بسم الله الرحمن الرحیم شاگردان خوب سن فرشتم سلام امید است که خوب و سعتمند باشین شاگردان عزیز ما امروز یک داستان کوتاه را با عنوان انتظار میخوانیم در سال گذشته ما با داستان کوتاه و شرایط داستان کوتاه آشنایی پیدا کردیم و چند نکته را فهمیدیم یک داستان کوتاه مقدمه نداره یعنی قصه از یک جای مستقیم شروع میشه از یک حادثه شروع میشه نکته دو داستان کوتاه یک بخش از زندگی را بیان میکنه یعنی قصه تمام زندگی نیست نکته سوم داستان کوتاه دارای یک چارچوب منظم است که شامل زمان مکان و محل اتفاق یک داستان میشه درون مایه داره مضمون داره و همچنان یک گره کشایی هم داره در داستان امروز اگرچه داستان امروز تمام ویژگی های یک داستان کوتاه را نداره ولی بعضی از ویژگی در داستان کوتاه امروز در داستان انتظار هست از جمله داستان امروز یک چارچوب داره که محل اتفاق داستان هست مکان داستان هست و زمانش که زمان داستانم به وضوح بالاخره مشاهده میشه و همچنان در اون مایه داره مضمون داره که شرح حال یک جوان بیتاب و منتظر هست و گره هم داره که گره یک انتظار بی است که ما در این داستان بعد اونها را میتونیم ببینیم و بخوانیم در این قسمت اهداف درس است چرا ما امروز داستان کوتاه انتظار را میخوانیم در درس گذشته با نویسنده و شاعر بزرگ ادبیات فارسی دری خواجه عبدالله انصاری آشنا شدیم در این درس نمونه از نصر جدید به ویژه داستان آشنا می خب امروز ما فقط یک نمونه از داستان می خوانیم و با یک نمونه داستان مدرن آشنایی پیدا می کنیم در حالی که داستان با حکایت هایی که ما در گلستان و بستان سعدی میخوانیم در مصنوی معنوی میخوانیم داستان با او حکایت ها فرق داره داستان با قصه فرق داره داستان با خاطره و تنزم فرق داره پس داستان که در واقع یک نوع روایت مدرن و قصه مدرن است شرایط خاص خوده داره که ما در سال گذشته با او شرایط آشنا شدیم امروز یک نمونه میخوانیم آیا می دانید که داستان کوتاه گونه از داستان است که در دنیای غرب به وجود آمد قطعا ما سال گذشته خواندیم همزمان در امریکا، روسیه، فرانسه و آلمان به وجود آمد و از همانجا رشد کرد خب داستان انتظار از اینجا شروع میشه شاگردای خوب لنگر بهکده سبز و کوچک است در برابر کوه سیاه و عظیم قرار گرفته و به فاصله از شهر کهن و تاریخی هری دور افتاده است هری یعنی هرات خانه های آن در انبوه درختان پنهان است درختان ناجو و سپیدار که یادگار صدها سال پیش است نقش نامها و خاطرات گذرندگان را در سینه خود سپرده است گلهای زرد و سبز و بنفش و آبی پشته های کوها و کناره دریا را پوشیده بود دریای خروشان با سیر بیدریغی آبهای کفالوت از پای کوه بیتاب می کذشت و فیض و برکت بی پایان در, در پیرامون دهکده نصار می کرد آبهای حریروت به سنگ پاره های عظیم و کوچک می خورد. و آواز آن با صدای بادها که درختان را به هم پیچ میداد در فضا می پیچید. دریا در نزدیک دهکده خم و پیچ می رفت. در اینجا جویبار شتابان از میان سخره ها می کذشت و با آواز روح بخش فرو می غلطید و در سینه دریا می ریخت. آبهای سیمین جویبار با آبهای سیلاب هریرود که از باران بهار رنگ داشت نظر فریب بود. تصادف نک در فصل بهار مرا به ساحل حریرود و این دهکده زیبا برد از حادثه عشق خاره رنگین یافتم افق مهر گردون را به مهربانی در آغوش خود گرفت افق مهر گردون را به مهربانی در آغوش خود گرفت هنوز کناره قله سیای کو شوله های آتشین داشت کم کم سرخی می نشست در نشیب و فراز نشاط مستی پیدا بود من از حال افتادم و به حال رفتم در پهلوی سنگ که سیلهای بی از زادگاهشان را فرو کشانده قرار گرفتم بی قرار و تنها ماندم سکوت را صدای یا خروشان دریا در هم می شکست نسیم شامگاهان عطر دلاویز داشت او نزدیک می شد سرود ساده ای که از دل طبیعت رنگ گرفته بود روح را می گرفت به صخره رسید بر فراز آمد و آرام گرفت سرودگر سر به زانو گذاشت ناله هایش آنقدر اوج نمی گرفت آه میکشید آشفته بود و مرا نمیدید قامت بلند و شانه کشیده داشت جوان شوریده ای بود شاید بیش از 20 سال از بهار عمرش نگذشته بود پیدا بود از شهرستان فرا آمده گمان میرفت شاگرد مدرسه است و ایام دیدار دوستان دهکده خود آمده است. بیتاب بود. گلویش گره میبست. گاه اشکا از رخسارش روی سنگ, سنگ سیاه میچکید. دهکده از محتاب روشن بود. او بیقرار از سنگ فرود آمد در کنار تپه های ارغوان نشست. اشک او خاطره این شب را بابهای دریا میسپرد. و سرودی که از دل او برمیخواست گریه می آورد او آرام نداشت برخواست و نشست با انگشتانش با آبهای رونده می زد آهسته می گفت محبوب من نیامد انتظار او بیتابی آورد او هنوز تلخی انتظار را در عمر نچشیده و از نگرانی عشق بیخبر بود جوان با آبهای دریا می گفت او کجاست ای دریا آرزوهای آتشین خود را در سینه گداخته تو می سپارم صفحه چشمنداز دهکده را می دید می گفت محبوب قشنگم چرا نیامدی؟ سینه من چون دریا از مهر و عشق جوش می زند آواز دختران ده برایش امید آورد جهان برای زنده داشتن فریب امید را داد دارد دوشیزگان می آمدند او می دختر آرزوی او همراهشان باشد اما آواز پاها دلنشین نبود کوزبدوشان با سرودهای دلنشین از ما گذشتند و در پرتوی ما پیچیدند بر لب دریا فرود آمدند او نبود آفریننده عشق حیرت غم و نشاط را در یک لحظه در یک جایگاه فرو ریخت دوشیزگان شاد برگشتند او در آغوش زیبای بهار در دریای نور در دریای نور ما با درد بیپایان فرو رفت دکتر محمد آصف سحیل شاگردای عزیز یک داستان کوتاه بود یکی از ویژگی های داستان کوتاهی بود که داستان کوتاه حدی اقل باید از 20 دقه تا دو ساعت خوانده شود یعنی به اندازه متونش زیادتر باشه که از 20 دقه زیادتر خوانده شود تا دو ساعت ولی داستان دا که امروز ما خواندیم قطعا پین دقه شش دقه یا هفت دقه بیشتر نبود ما در سال گذشته گفتیم داستان کوتاهی که از 20 دقیقه کمتر خوانده شوه باز بعضی از نویسندگان او را گفته داستان کوتاه هست ولی به نام داستانک یاد میشه داستانی که شرایط داستان کوتاه را داشته باشه و خیلی کوتاه باشه مثل داستان انتظار که امروز ما خواندیم او را میتونیم قطعا داستانک بگوییم شاگردان عزیز در داستان امروز یک چارچوب وجود داشت شامل مکان داستان میشد لنگر یک دهکده کوچک در شهر هرات است و بعد بالاخره یکی ای این داستان در کجای دهکده لنگر اتفاق افتاد او را هم شما در متن داستان شنیدین و قطعا شما هم خواندین خب مضمون داشت در اون مایک در واقع شرح حال یک جوان منتظر و بیتاب بود و از اول تا آخر قطعا تصویر سازی خوب صورت گرفته بود وقتی که ما این متن خواندیم او لنگر دهکده سبز را تانستیم که در ذهن خود تصور کنیم که چقدر تانست یک دهکده زیبا و قشنگ بوده و همچنان داستان کوتاه باید گره گوشایی داشته باشه که این گره گوشایی داشت که بالاخره یک انتظار به پایان بود منتظر چیزی که بود او را ندید خب پس این در واقع یک داستانک هست و یک داستان کوتاه که به نام داستانک یاد میشه و بعضی از ویژگی های دیگه داستان کوتاه در دا اینجا وجود نداشت که قطعا در اکثر داستان های کوتاه شاید تمام ویژگی های یک داستان کوتاه نباشه به عمول خیلی کم از داستان ها پیدا میشه و داستان های چاب میشه کتاب چاب میشه باز کمتر اینکه که مورد توجه قرار میگیرن به دلیل از که میارهای داستان در او کمتر رعایت میشه شاگردای عزیز شما هم یک داستان را نمونه خواندین میتونین که یک داستان کوتاه و حتی کوتاهتر از داستان انتظار شما بنویسین و تلاش کنین که عناصر داستان او دا رعایت کنین اگر دیگه عناصر رعایت نشد حدی خل چارچوب در اون مایه و گره گشایی را حتما رعایت کنین و ناگفته نمونه که داستان کوتاه مقدمه نداره داستان را از یک جای مستقیم قصه کردن را شروع کنین خب درس امروز شاگردای عزیز در اینجا به پایان میرسه شما حتما توضیحات درس هم بخوانید در توضیحات درس هم بعض موارد در رابطه با داستان کوتاه بیان شده تا جلسه بعدی که باز هم یک درس خوبی دیگر رو می میخوانیم خدا نگهدار موفق و پیروز باشید